خب بچه سلام، دوباره تو این قسمت میخوایم در مورد لیبل ها صحبت بکنیم. خوب توجه بکنید، این قسمت هر چیزی رو بخواید در مورد لیبل بدونید تو این قسمت میتونیم چیکار بکنیم با هم دیگه بفهمیم. میگیم from TK Inter import up، بعد میگیم from TK Inter import TTK، بعد میگیم چی؟ یه root و لیبل روت رو مساوی قرار بده با TK، پرانتز باز و بسته، یه پنجره برای ما سمت چپ باز کرد. بعد میگیم چیکار بکن؟ یا یه وریبل درست کن به نام لیبل. لیبل رو میگیم چی؟ ttk.label با L بزرگ و میگیم روت ویرگول تکستش رو مساوی قرار بده با hello TK enter. بعد میگیم چی؟ لیبل رو دات پک بکن برای من. میبینید که یه همچین چیزی رو اینجا ساختش. Hello TK Inter. بعد میگیم برای لیبل دات کنفیگ کن. اگر خواستیم تکستش رو عوض بکنیم به این صورت، تکست رو مساوی قرار میدیم با مثلا سلام TK Inter. بعد میگی چی؟ این میشه سلام TK Inter. بعد دوباره از این لیبل کنفیگ رو میزنیم. داخل این کنفیگ چی مینویسیم؟ تکست رو نوشتیم. یه چیز تکست گنده مینویسیم، یه بزرگ مینویسیم. مساوی قرار بدیم، مثلا میگیم سلام TK Inter. TK Inter رو جدا نوشتم. TK Inter نقطه مثلا چطوری؟ امید وارم حالت خوب باشه یا کجایی نیستی، مثلا یه همچین چیزی. بعد ببینید که این پنجره بزرگ میشه. خب یه چیزی باید در نظر بگید، اگر شما به اصطلاح رپ لنت رو تعیین نکنید، رپ لنت الان چیه اینجا متوجه میشید چیه. رپ لنت مقداری هستش که شما میخواید تکست دورش رپ بشه. اگر این کار رو نکنید پنجرهتون بزرگ میشه و همه کارهایی که شما میخواد اپلیکیشنتون انجام بده و این اگر مثلا سایزش انقدر باشه، تکست بزرگی مینویسید رپلنت رو تعیین نکنید، این انقدر بزرگ میشه که مثلا جای خالی واسهتون ایجاد میکنه. میبینید مثلا اپلیکیشنتون انقدره و خب جای سفید براتون باز میکنه. چجوری من این رو عوض بکنم؟ این رو داخل یه چیز کوچیکتر بذارم. میگم چی؟ label.config داخل این میگیم چی؟ label.config میگیم wrap length رو مساوی قرار بده با 150. حالا 150 چیه؟ 150 پیکسلی هستش که من میخوام اینجا قرار بگیرم. اما دیگه پیکسلش رو نمی نویسم. اینتر رو بزنم ببینید که خودش رو دور 150 قرار میده و به این صورت ایجاد میشه اینجوری. اما میبینید که اینجوری خوش رو رپ کرد. حالا مطلب دیگه، من میخوام اینا رو وسط چین بکنم، یعنی تکست الاینش رو بکنم وسط. توی CSS دید که میندازه وسط. من میگم label.config داخل این پرانتز بسته بذارید من این رو کپی کنم چون خیلی از این لازم میشه. و اینجا میبینیم چی؟ justify خب مساوی با چی؟ center. و دیگه این سنتر رو چیکار میکنید؟ با حروف بزرگ می‌نویسید. می‌بینید الان وسط انداخت، نسبت به اون پنجره خاکستری رنگ وسط انداخت. اما لیبل و بک‌گراند رو و فورگراند رنگش رو و رنگ بک‌گراند رو چه جوری عوض می‌کنم؟ بک‌گراند توی مک عوض نمیشه، نمیدونم چرا، اما توی ویندوز باید عوض شه. لیبل اهمیتی هم نداره توی مک عوض شه، چون توی گویی‌های مک دیدید که بک‌گراند‌ها بیشتر خاکستری رنگ هست تا رنگ های دیگه. بخاطر اون فکر نمی کنم مک اجازه بده بک‌گراند عوض شه، یا اینکه من نمیدونم. label.config رو اینجا می نویسیم. من میگم foreground رو مساوی قرار بده با مثلا چی؟ blue. خب وقتی که بزنم می بینید رنگش عوض میشه. من حالا اگه بخوام background عوض بکنم، background رو مساوی قرار میدم مثلا با yellow، ببینیم عوض میشه. ببینید که عوض نمیشه. خب اب نداره. میخوایم فونت رو عوض بکنیم. میگیم label config
و داخلی میگیم فانت مساوی با چی؟ یه پرانتز باز بسته. چه فونتی میخواد؟ چه جوری؟ داخل یکی از این سینگل کوتشن ها اسم فونتتون رو مینویسید. حالا من مینویسم career و ویرگول. اگر خواستید اینتر بزنید فونت با همین اندازه عوض میشه، اما اگر بخواید سایز قلم رو بزرگ بکنید میتونید ویرگول 18 بذارید. الان باز هم میتونید اینتر بزنید یا اینکه میتونید باز ویرگول بذارید بگید بولد میخواد یا ایتالیک. من اینتر بزنم، مثل که یه پرانتز من کم گذاشتم چون اینجا 1 و 2 فکر میکنم یا پیست بزنید. ببینید اول اینکه باید بین اینا فاصله باشه و دوم اینکه بولد رو باید داخل چی بذارید؟ سینگل کوتشن بذارید. مثل من اشتباه نکنید بالا و اینو بزنیم. الان نگاه بکنید بالا رنگ میگم رنگ قلم عوض میشه و این وسط چین هستن. حالا میخوایم به جای این یه ایمیج بذاریم. چجوری ایمیج بذاریم؟ بذارید اول من بیام این کوچیک بکنم اینو. پس میگم لیبل کانفیگ. خب بذارید داخل این لیبل کانفیگ یه بار دیگه بنویسیم لیبل دات کانفیگ. داخل پرانتز میگم چیکار بکن؟ تکستش رو کوچیک بکن، یعنی بنویس سلام عزیزم farsclick.net. خب به همین صورت، یا پایتون یا هر چیزی. ما اینو می‌نویسیم، اینتر می‌زنیم، میشه farsclick.net. حالا چجوری ایمیج جایگزینش بکنیم؟ من یه وریبل درست می‌کنم به نام لوگو و اون رو می‌ذارم به این صورت: فوتو با پی بزرگ، ایمیج بدون فاصله با آی بزرگ، و داخل پرانتز فایل رو مساوی قرار میدم با چی؟ اون مسیری که من میخوام ایمیج ازش گرفته بشه. مسیر کجاست؟ یه ایمیجی دارم اینجاست، پایتون، لوگوی پایتونه. اولا اینکه روش راست کلیک میکنید، اولا ایمیج رو ببینید، این ایمیج روش راست کلیک میکنیم، میزنیم get info، اینجا مسیرش رو بر میداریم، میایم اینجا پیست میکنیم، بعد از این یه سلش میذاریم، میایم چی؟ خود بذارید ببینم این خود پایتون داره به ما میده سلش بده دیگه. اوکی میگه اینا این خودش تعیین کرد. حالا با چیز کار نکرده بودم آیدا و ببینید که تعیین کرد. من از اینتر زدم الان ایمیج ما رو ذخیره کرده داخل لوگو. حالا چجوری اونو من نمایش بدم؟ به این صورت نمایش میدید، میگید لیبل، لیبلتونه که دارید، لیبلتون بالا بود درست کرده بودید، لیبلتون این بود پارسلی دادن، بهش چیکار بکن؟ لیبل کانفیگ رو خب داخل پرانتز میگه چی؟ ایمیج رو مساوی قرار بده با چی؟ لوگو. من اگه من اینتر بزنم چی میشه؟ این ایمیج افتاد روی این عکس، افتاد روی تکستمون. حالا تکستمون رو من کجا در بیارم بذارم جلو؟ باید کمپاند رو به کار ببرید، یعنی label.config. ببینید چقدر config فوق‌العاده قویه. compound رو مساوی قرار بده با چی؟ تکست. من از اگه اینتر بزنم تکست میاد حالا روی دوباره ایمیج قرار میگیره. حالا چجوری اینا رو نشون بدم؟ باید همین رو دارید من کپی کنم یه بار دیگه. compound رو مساوی چی قرار بده؟ مثلا center. من از اگه center قرار بده الان میبینید که هم ایمیجتون رو دارید هم parsley.net نوشته دارید. حالا من میگم مثلا برو سمت چپش قرار بگیر، میزنم left یا right فرق نمیکنه. حالا میبینید که سمت چپ قرار گرفت به این صورت. خب حالا تنها راه آخری که تو این ویدیو بهتون بگم اینه که میخواید این عکستون رو به این لیبل بچسبید. الان لیبل به عکس نچسبیده، یعنی من اگر تکست رو بخوام تکون بدم ببرم یه جا دیگه این عکس همینجا میمونه. اگر بخواید عکستون رو به لیبلتون بچسبونید و هر جور دلتون خواست ببرید لیبلتون رو، بعد این دو تا کد رو بنویسید. label.img مساوی با لوگو. خب بعد چیکار میکنید؟ label.config چیکار میکنید؟ اینجا بنویسید image مساوی label.img. خب این
ایمیج رو بالا چیکار کردیم؟ یا label.img رو میتونید اینجا قرار بدید یا میتونید اینجا بنویسید لوگو. ایمیج مساوی با لوگو یا ایمیج مساوی با label.img. من این لوگویی که این بالا درست کردم بخاطر اینکه میتونستم این پایینم قرار بدم. تنها کدی که اینا رو به هم میچسبونه اینه. اگر خواستید یه همچین کار رو انجام بدید میتونید اینو بزنید و این الان همش به این دوتا بنده چسبیدن. هر جا خواستید از لیبل استفاده کنید میبینید که عکسش بغلش هستش.